نشست دو جانبه گفتگوهای اقتصادی میان هیئت اقتصادی ایران و افغانستان روز دوشنبه از سوی وزارت صنعت و تجارت در کابل برگزار شد. در سوی دیگر این برنامه تاجران افغان از فرصت استفاده کرده و محصولات خود را در نمایشگاه بر رخ ایرانیان کشیدند و با استقبال بازدید کنندگان روبرو شدند. بله یا دیدن کردن آمدن جناب والی صاحب بود، والی صاحب خراسان دیگر بودی بزرگوار ایران بودن، رئیس اقتصاد افغانستان بود، وعده همکاری هم دادن برای ما. پیام ما به بزرگای ما، به رئیس اقتصاد، به وزارت تجارت همیست که ما را یاری کنه و دست به دست هم بدیم وطن ما پیشرفت کنه. با این حال شماری از فروشندگان و بازدید کنندگان روابط تجاری را کلید ارتباطی میان کشورها می دانند. 100% توی دنیای امروز اقتصاد روی کلیه جوانب زندگی ما تاثیر میذاره، اهم از بحث سیاسی، بحث اجتماعی، بحث تبادل فرهنگی. اگر ما بتونیم روابط اقتصادی خوبی با کشور همسایمون افغانستان که خب رابطه تاریخی خیلی دیرینه ای داریم و دوستان خیلی زیادی از افغان هستن که در ایران مهمان ما هستن، زندگی میکنن برای چندین سال، اگر بتونیم روابط اقتصادیمون را گسترش بدیم خیلی بیش از پیش، مطمئنن هم باعث بهبود شرایط اقتصادی افغانستان میشه به دلیل حالا درگیری رکود و شرایط اقتصادی که دارن و هم در دراز مدت تبادلات بعضا خیلی بهتر فرهنگی بین دوتا ملت به وجود میاد. پالی دیگه مثالی که مسئله صادرات و واردات در دو کشور با هم مثالی که ارتباط میته، یکی مسئله همسایگی از قسم چی میسازه، روابط نیک میسازه. در همین حال شماری از اقتصاددانان کشور میگویند برای اینکه صادرات ما به بیرون از کشور افزایش یابد باید معیارهای جهانی را مد نظر بگیریم. متاسفانه که یک واقعیت باید بگوییم که تا هنوز ما بالای کالای داخلی خود کارهای نکردیم، یعنی به این معنا که ما مطابق و استانداردها و معیارهایی که کشورهای دنیا کالای ما را میپذیره هنوز به او آماده نشدیم. بنان یکی از دلایل عمده کاهش صادرات افغانستان دلیلش هم همی بوده میتونه که ما تا هنوز به او معیارها نرسیدیم. یعنی من فکر میکنم تا زمانی که ما استانداردها و معیارات کشورهایی را که داریم میخوایم به او صادر بکنیم نفهمیم، خیلی مشکل است که کالای داخلی ما را اونجا قبول بکنه، در حالی که کالای داخلی ما معمولا محصولات زراعتی ما که عمدترین اقلام صادراتی افغانستان هم تشکیل میته و تا هنوز اونمو معیارات و استانداردها را متاسفانه که نداره. این نمایشگاه با مدت 2 روز برای بازدید کنندگان باز بود.